با سلام خدمت شما دوستان گرامی در این ویدیو میخوام به تعریف اصطلاحات عمومی حوزه دامداری و دامپروری بپردازم تعریف اول قوچ هست که به گوسفند نر گفته میشه که به گوسفند نر بالغ گفته میشه میش به گوسفند ماده بالغ گفته میشه به نتیجه تلاقی میش و قوچ که نوزادشون به دنیا میاد بره گفته میشه و به گوسفندی که نه بره هست و نه بالغ هم شیشک گفته میشه که تعریف شیشک در نقاط مختلف متفاوت هست ولی به طور میانگین بخوایم جمع تعریف ها رو بگیم به گوسفند ماده ای که از بین 6 ماه تا 12 ماه سن داره شیشک گفته میشه که باز این تعریف در مناطق مختلف با هم دیگه بسیار متفاوت میتونه باشه چرا که در برخی نقاط فقط به گوسفند نر گفته میشه و در برخی از مناطق هم به گوسفند نر و ماده ای که بین 6 ماه تا 12 ماه سن داره شیشک گفته میشه تعریف بعدی سالن دامداری هست به محل نگهداری دام سالن دامداری گفته میشه و که این سالن دامداری از دو بخش آقل و بهاربند تشکیل شده آقل به قسمت سرپوشیده دامداری گفته میشه که غالبا اون رو با قطعات کوچکتری تقسیم میکنن که ما به این کار پنبندی میگیم که جهت مدیریت بهتر سالن هست به طور مثال ما قصد داریم که گوسفندهایی که آبستن هستند رو از گوسفندهای دیگه جدا کنیم یا بره ها رو جدا کنیم یا یک سری از میش ها و گله های ما مطالعاتی هستن یا قوچ ها رو بخوایم جدا نگه داریم که جهت این کار ما میایم و آغول خودمون رو پنبندی می کنیم و به بخش های کوچکتر تقسیم می کنیم و بخش دوم سالن دامداری هم که در خیلی از دامداری های صنعتی وجود داره بهار بند هست یعنی فضای آزادی که به عنوان گردشگاه دام استفاده میشه که رام دام در طول روز در اکثر اوقات سال به بهار بند میره و در اونجا در معرض نور مستقیم آفتاب قرار میگیره آخر هست که به محلی گفته میشه که در اونجا علوفه دام ریخته میشه و دام ازش استفاده میکنه آبشخور هم به آبخوری دام گفته میشه آخر و آبشخور هر دوشون هم میتونن دستی باشن هم اتومات و به خصوص آبشخورهای جدید تقریبا همشون اتومات هستن و آخر و آبشخور هم میتونن ثابت باشن و هم متحرک تعریف بعدی, گله داشتی هست به گله گفته میشه که هدف ما از نگهداریشون تولید بره هست که ترکیبی از نر و ماده بالغ درش نگهداری میشه پروار بندی به اون سیستم پرورشی گفته میشه که هدف ما در اون نگهداری از بره های دو سه ماهه جهت رسیدنشون به وزن کشتار یعنی تقریبا پنج تا شش ماهگی هست که به کسی هم که پرواربندی بندی رو انجام میده پرواربند بند میگن و به اون برها هم برره پرواری میگن تعریف بعدی میشه شیری هست به میشی گفته میشه که هدفمون از پرورشش تولید شیر هست که از معروف ترین هایی که ما طی سال گذشته اعلام کردیم نژاد آواسی بود که سازگاری زیادی هم با اقلیم های مختلف ایران داره علل خصوص مناطق گرم و خشک تعریف بعدی میشه چند غلوزا هست به میشی گفته میشه که یا ژن چند رو داره یا معمولی هست اما چند رو در سالهای گذشته داشته و تعریف بعدی دام سبک هست به دامی گفته میشه به دامهایی مثل گوسفند و بز که سبک وزن هستن گفته میشه و تعریف بعدی دام سنگین هست به دامهایی که از لحاظ وزنی سنگین تر هستن مثل گاو گاو میش و شطور گفته میشه تعریف بعدی آغوز هست که به شیر 48 تا اولی گفته میشه که دام زایش میکنه که این شیر بسیار میتونه در سیستم ایمنی و در وزنگیری آینده دام اثر داشته باشه حتی که بره ها نتونن تگی 48 ساعت اول از شیر بخورن به شکل دستی بعد آغوز رو در اختیارشون بذاریم تعریف بعدی مرتع هست که به فضای بازی که پوشیده از گیاهان علوفه ای هست گفته میشه که در حال حاضر در سیستم های صنعتی و بسته از مرتع استفاده نمیشه و مراتع ما هم دسترسی بهشون محدود هست اما در سیستم سنتی همچنان دامدارهای ما از مرتع استفاده میکنند. تعریف بعدی جیره هست که به همون به غذای دام گفته میشه که از دو بخش علوفه و کنسانتره تشکیل شده که علوفه به گیاهان علوفه ای مثل یونجه و کاه گفته میشه که در اختیار دام میذاریم و میتونه به شکل تر یا خوش در اختیار دام قرار بگیره و بخش دوم جیره کنسانتره است که ترکیبی از نیازهای غذایی مثل پروتین ها ویتامین ها املاح معدنی روغن و سایر نیازهای دام هست که مکمل علوفه هست تعریف بعدی آمیختگری هست یعنی ما میایم و یا چند نژاد مختلف رو با هم تلاقی میدیم به امید این که بخوایم بره دورگی بگیریم که بهرهوری بهتری داشته باشن که اگه این کار آلمانه انجام نشه متاسفانه میتونه مخاطرات خیلی زیادی رو به دنبال داشته باشه تعریف بعدی دام اصیل هست به دامی گفته میشه که از لحاظ ساختار ژنتیک یا همون ژنوتیپ و از لحاظ ویژگی های ظاهری یا همون فنوتیپ بخواد استانداردهایی داشته باشن که دامهایی که اصیل هستن متحد و شکل و شبیه به هم هستن تعریف بعدی دامدار هست به کسی گفته میشه که دام رو نگهداری میکنه که معمولا در سیستم سنتیه که ما به افر شخص دامدار میگیم و تعریف نهایی هم دام هست که به شخصی گفته میشه که با تکیه بر علوم روز اهم از علوم مربوط به جیره نویسی، اصلاح نژاد و علوم مدیریتی به نگهداری گله میپردازه و هدف ما از تولید این ویدیوها و آموزش هایی که قرار شما دوستان ببینید این هست که در آینده بخواید تبدیل به یک دامپرور بشید